درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. روان پاک دوهرمرد تاریخ ایران و جهان علازتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. از روز جمعه گذشته که شهر لس آنجلس یک چنین آتش سوزی وسیعی برخی از مناطقش رو در بر گرفت، همیانان عزیز با ارسال پیام هایی که بر من فرستادن ارسال لطف کردی و خیلی من ممنونم ازتون، واقعا سپاسگزارم که انقدر جون دادید این سنگر ایران آریایی برنامه میهن‌پرستان برای شما عزیزان ارزشمنده و واقعا نگران بودید. منم بیش از این که فقط میتونستم زنگ بزنم یا قرار از اطرافیان از دوستان بپرسم، چون از طریق تلویزیون نمیشد، چون همه چی برق و قطع شده بود، فقط جناب مهندس سیاوش گرامی لطف کردم برای من پیام فرستادن رو تلگرام که احتمال خیلی قوی برنامه روز جمعه برگزار نخواهد شد که برگزارم نشد. در حال من ابتدا از طرف همه شما به بچه های تلویزیون ایران آریایی، به سرکار بانو سارای گرامی، بانو مهناز و جناب مهندس سیاوش گرامی و مدیریت تلویزیون
عرض کنم خسته نباشید میگم که من میدونم چقدر تلاش کردن که حداقل بتونن برنامه‌های تکراری بازپخش و به هر طریقی بود بتونن این پیام رو به شما بینشگران عزیز سنگر ایران آریایی برسونن که فعلا ما به سختی داریم فعالیت میکنیم و چراغ همچین کاملا خاموش نشده که امیدواریم ایش وقتا خاموش نشه. در اینجا من یک بار دیگه وظیفه خودم میدونم از همه بچه‌های خارج از کشور، میهن‌پرستان واقعی، عزیزانی که دل در گروه آزادی ایران دارید و عاشقانه منتظر اون لحظه موعود و ورود پادشاه به کشور هستید، میخوام ازتون به عنوان یک ایرانی که محبت بکنید و انجام وظیفه بکنید به تلویزیون ایران آریایی که این بچه‌هایی که در ایران هستن از جونشون دارن میگذرن. واقعا ما حداقل از پولمون بگذریم دیگه، 50 دلار، 100 دلار، حالا 50 یورو، 100 یورو، 50 پوند، 100 پوند، دیگه فکر نمی‌کنم اینقدر برای ما زیاد باشه که بتونیم انجام وظیفه بکنیم نسبت به تلویزیون. تا این سنگر، تا روزی که این اراذل اوباش اسلامی مملکت ما رو اشغال کردن، این سنگر سر پاش بمونه تا ما بتونیم این جانوران اسلامی رو به زودی زود اینها رو به لجندان تاریخ بسپاریم، چون زبالدان تاریخ حیفه، زبالدان کثیف میشه. مثلا علی شیره‌ای رو بخوای بکن تو زبالدان میشه، هرچند که خود لجن هم حیفه، ولی خب فعلا دیگه چیزی دم دستمون نیست. بهرحال من بازم سپاسگزارم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن و چراغ رو روشن نگه داشتن. داشتم فکر میکردم از روز جمعه تا همین دیروز، میگفتم واقعا این پروردگار عالم خب نه تلفنی داره نه ایمیلی داره، هیچ جوری که نمیشه باش تماس بگیریم. حداقل اگه یه تلفن چیزی داشت میتونستیم براش پیام چیزی بذاریم که قربونت برم. به قول شعر معروفی که میگوید تو کجایی تا شبم من چاکرت، چاروغت دوزم کنم شانه سرت. به حال منم بعضی موقع با پروردگار یه صحبتایی میکنم، یه گفتگوهایی میکنم، هم تو خیابون، تو مغازه، سر کار، تو ماشین، عرض کنم تو خونه، و مدام ازش میپرسم که خب پروردگار عالم قربونت بشم، الهی که من دورت بگردم، الهی من فدات بشم، چون خودت اجازه دادی ما بندگان همطوری که دوست داریم به حال به عبادت تو بیام سجده بکنیم، شکرگزارت باشیم که هستیم. من واقعا هستم. همیشه من به دوستانم میگم که من دست به هیچ دستگیری ندهم که ایشان همه فانی اند و پاینده تویی. اگه تمام عالم از من قهر بکنن، از من بعدشون بیاد، برای من مهم نیست. فقط مهم این است که خداوند، خدای نکرده این پروردگار عالم از من قهر نکنه و روش از من برنگردونه، که اون موقع دیگه وای مصیبت ها. چون شنیدید دیگه، من چوب خدا صدا نداره، وقتی بزنه دیگه دوا نداره، هیچ دکتری هم دیگه نمیتونه کمکت کنه، و چوبش هم صدا نداره، خیلی هم بد چوبیه. الان دیدید دیگه اراذل بعد 39 سال چوبی که دارم میخورن. به هر حال با خداوند صحبت میکردم توی عالم هپرود خودم و خیال میکردم که هنوزم خیال میکنم که ایشون گوش میکنن به حرفای ما، شاید هم گوش کنم واقعا. البته حقیقتشو بگم، من اعتقاد دارم که ایشون گوش میکنن، خداوند بزرگ، که این آتشی که شما علم کردید، حالا بنمون باشه از این تلویزیون بیرون نره که کار اراذل اوباش بود، حالا چرا بادش باید بیاد قشنگ به سمت تلویزیون ایران آریایی؟ خب سرش یه ذره کج کنیم، مثلا بریم اون جایی که مثلا قابلمه میفروشن، یعنی حالا نه که من آرزو بکنم چه اتفاقی بیفته، ولی حالا که قرار به بسوز و بماله، خب چرا میمالی؟ خب مثلا بریم اونوری بمال. به هر حال حضورتون عرض کنم که فعلا سنگر ایران آریایی به کوری چشم دشمنان سر پاشه، تا چشمتون هم کور بشه آدرسش هم بهتون میدم، خیابان چشمت کورشه، کوچه دندت نر، پلاک مزدوران چند تا نقطه، بله، فرد اعلا، که دیگه قشنگ تکمیل بشه. آدرس رو به هر کسی بدید قشنگ میره دم خونه اونایی که باید بره. اما قرار بود که من راجع به روز جمعه که نتونستیم بیام خدمتون عرض کنم، راجع به اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم مطالب رو حضورتون عرض کنم. داخل پرانتز من اینو وظیفه خودم میدونم از نظر انسانی، نه که خودمون رو لوس کنیم، وظیفه انسانی است، چون ما با تفاوت داشته باشیم با حیوانات اسلامی در ایران، اون وظیفه انسانی از سوی ملت بزرگ ایران. من واقعا به کسانی که عزیزانشون تو این آتش سوزی از دست دادن، فرقی نمیکنه آمریکایی، ایرانی، چینی، کره ای، ژاپنی، سیاه، سرخپوست، فرق نمیکنه، فقط هر کدوم که عزیزانشون، پدرش، مادرش، دوستش، رفیقش، برادرش، بچهش،
کسی رو از دست دادن، من واقعا از صمیم قلبم سوی ملت ایران، ملت بزرگ ایران تسلیت میگم و خیلی متاسفیم با اون که این اتفاق افتاد و لعنت بر باعث و بانیش. همون کسانی هستن که موشک دادن دست حماس و حالا دارن اسرائیل رو موشک بارون میکنن، که البته عصای موسی میرسه به خدمت حماس و سایر گروه های تروریستی حزب الله و همین دست پرورده های علی شیره ای و قبلشون بیمار روانی روح الله خمینی بچه باز لعنت الله علیه. اما قرار بود که راجب علیحضرت صحبت کنم که من امیدوارم بتونم، این که نمیشه، فکر نمی کنم در این برنامه یه مطالبی هست، شاید فکر نمی کنم حقیقتش کسی اومده باشه و این مطالب رو حضورتون عرض کنم که جلوی تلویزیون گفته باشه. شاید هم گفتم، من ندیدم نمیدونم، اگر گفتم خب دستشون درد نکنه، دهانشون درد نکنه، باریکلا که بالاخره یکی اومد و یه حقایقی رو گفت راجع به تنها امید واقعی ملت ایران، واقعا تنها امید واقعی ملت ایران، این بر حسب شعار نیست. حالا عرض میکنم اگرم که نتونستیم امشب به پایان برسونیم عرضم رو به شما عزیزان، روز جمعه دنبال خواهیم کرد این مطالب رو، خیلی مهمه، چون من همیشه حضور شما عزیزان همیانم عرض کردم که یعنی از روز اول قرارمون این بود، صحبت از همینجا آغاز شد که من اومدم خدمتون، که تا ما دشمنمون رو نشناسیم، دشمنانمون رو نشناسیم، ما به هدف نمیرسیم. مثل که شما وقتی تشریف میبرید دور از اونتون، اگه مریض بشید، وقتی تشریف میبرید پیش پزشک، پزشک باید تشخیص بده اون بیماری رو. شما مثلا میگید من دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، اون پزشکی که پزشک خوبی باشه اون تشخیص میده و با یه نسخه تکلیف رو روشن میکنه، اون ویروس، اون باکتری، اون میکروبی که به بدن نفوذ کرده. و اینم بستگی به نوع مقاومت بدن داره، هرچی بدن مقاومتش بالاتر باشه خب طبیعتاً بهتر میتونه در برابر اون ویروسی که به بدن هجوم آورده، اون سربازای بدن میتونن در برابرش بجنگن. ما باید دشمن رو بشناسیم، ما تا دشمن رو نشناسیم نمیتونیم مبارزه کنیم. برای همین هستش که در طول این 39 سال همیشه گیج بودیم. حالا من جمع میبندم، امیدوارم میهن پرستان و واقعی اون انسانی که هوشیار هستن به اونا بر نخوره، من همیشه جمع میبندم که خودم هم بیام تو این معرکه، در حالی نه، من از روز اول با سن و سال خیلی پایین تا رسیدیم به جوانی و عرض کنم و حالا در این سن و سال میانسالی، من میدونستم دشمن کیست، من دشمن رو جلو روم میدیدم، سازمان تروریستی مجاهدین دشمن بود و هست، توده های همیشه خائن، مصدقی های ایران برباده، چپ وابسته، همین اراذل و اوباش فرمایش شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین، مرتجعین سرخ و سیاه، همینه که کشور دو دسته دادن دست این بیمار روانی بزرگ لبادکاران روح الله خمینی لعنت الله علیه. ما این دشمن رو وقتی بشناسیم بعد میتونیم در برابر دشمن سفارایی بکنیم، یعنی میدونیم که چگونه باید با دشمنی به اسم، چون ببینید سازمان تروریستی مجاهدین بازی خاص خودشو داره، اون بازی که مجاهدین دارن، این تروریست های دست پرورده انگلیس، اینا بازوی مسلح دولت انگلیس هن، ارتش سری انگلیسه، اون بازی رو مصدقی ها ندارن، مصدقی ها یه بازی دیگه ای دارن، اونا روی یه لاین دیگه، روی یه خط دیگه دارن کار میکنن، چپی ها یه بازی دیگه دارن، هر کدومشون مثل فرض بفرمایید گراز گرازه، شغال شغاله، هر کدوم اینا یه حمله میکنن، یه روشی برای حمله دارن، مثل کفتار، مثل همین آخوندا، البته با پوزش از حضور گراز و کفتار و شغالهای محترم جهان، چون اونا یه هگونی بنزی شکمشون که شکار میکنن میدارن و میخورن و اینا میرن دنبال پی کار زندگیشون تا مثلا دو سه هفته دیگه تا گرس نمیشن، ولی اینا نه، این عراض لغو باشن، مثلا سیری ندارن. بنابراین ما باید این دشمن رو بشناسیم، وقتی دشمن رو بشناسیم ابزاری در دست داریم که در برابر این دشمن مبارزه کنیم، ولی تا زمانی که نشناسیم پس نمیتونیم مبارزه کنیم، بعد گیج میشیم، وقتی گیج میشیم همینطوری شروع میشه میاد میرسه به 39 سال که حالا هر کسی از گرد را که برسه میگه آقا من فراخوان میدم. این فراخوان بازی هم مد شده، اون موقع روز اول که ما دیدیم آلمان همایش و نشست و گرد همایی مد بود، عشق دبیرکلی هم همه را خفه کرده بود،
الان دیگه دوران همایش و نشست و گرد همایی و من دبیر کلم و تو دبیر کلی و من هستم و تو نیستی و من پستم و تو نیستی و اینا بازیش تموم شده، ریشش در اومده، ملت دست اینا رو خوندن. حالا شده جریان عرضم به حضور شما فراخوان. کسی از این دوستان ما هم خب من گله من نیستم، گوش میکنم، از این گوش میگیرم، از اون گوش رد میکنم، یه گوشم شده در، یکیشم شده دروازه. آقای احمدی فراخوان بده، قربونت برم عزیز من، جوان نازنین، همین کارا رو کردید که کار به اینجا کشید. من کیم که بخوام دست به یک چنین کارهای بزرگی بزنم؟ ما یک شاه داریم، ما قرار یک شاه داشته باشیم، ما قرار یک نفر راهنمامون باشه. از اینجا میرین آرام آرام به سمت اعلیحضرت. پرسش اساسی که همه شما عزیزان رو درگیر خودش کرده، به ویژه شما بچه های دانشجوی که امیدوارم بچه های دانشجوی که برای من پیام میفرستی، نه که دروغ بگم، ما پیاماتون هست از مشهد و تبریز و از اصفهان و از اهواز، شیراز، تهران و نقاط دیگه، کرمان، اون دختر خانم و آقا پسرهایی که من درک میکنم اون احساسات شما، من اون سن رو گذروندم و اون شرایطی که شما در اون کشور هستین. شما خیال نکنید ما در خارج از کشوریم نمیفهمیم شما اونجا چی میکشید، ما میفهمیم، حس شما رو نداریم. طبیعی است که من مثل شما حس نمیکنم محیط رو. چرا؟ چون من در محیط نیستم. مثل که شما در آلمان نیستی حس نمیکنی محیط آلمانو. من الان در امریکا نیستم، حس نمیکنم. همین الان در لس آنجلس اون قسمت که آتیش گرفته چه خبره، ولی میفهمم که چه فاجعه ایه. حس و فهم با هم فرق میکنه. ما میفهمیم چه دردی رو شما دارید میکشید، اگر حس نکنیم که نمیکنیم. بنابراین اجازه بدید که مسئله رو از حالت حس یعنی احساسات بیرون بیاریم، بریم در منطق، چون ما داریم فلسفه رو با منطق قاطی میکنیم. مثلا ما همینطوری میگیم جمهوری خواهان مشروطه خواهان. عزیزان من، جمهوریت با مشروطیت خیلی تفاوت داره، نه از نظر نوع حکومت. زمانی که بشر شد بشر، یعنی از اون موقع که بشر از حالت اون ناندرتال اومد و رفت و قار و چه و چه و چه و کشف آتش و سلاح کشف کرد و چش و چه این مسیر رو طی کرد، اومد شهرنشین شد، از قار اومد شهرنشین شد. وقتی شهرنشین شد، رفته معنای حکومت به وجود اومد. با به وجود آمدن معنای حکومت، اقوامی به وجود آمدن. ما همین منطقه خاورمیانه رو در نظر بگیریم، میبینیم کلدانیان، آشوریان، ارگونم فنقیه ها، بابلیان، آریاها، مادها و و و انبا و اقسام. همینطوری اینها تشکیل شد. حالا این چجوری یه عده شدن آریایی، یه عده شدن مثلا بابلی، یه عده شدن مثلا فرضاً فنقیه ها، کی بودن، چه بودن اون مردان دریانور در اون منطقه که امروز ما بهش میگیم سوریه، یا مثلا جریان بابلی ها اصلا چه بود. و بعد رقابت ها به وجود اومد و این رقابت ها باعث تشکیل حکومت ها شد. تشکیل حکومت ها با پادشاهی آغاز شد. پس پادشاهی، برای همینه که ما میگیم اعلیحضرت نباید برن، این نباید نه دستور باشه، این یک قانون علمی است، یک قانون پادشاهی است که اعلیحضرت باید فراجناهی عمل بکنن. این چیزی که شما دوستان عزیز برای ما می‌نویسین که چرا شاهزاده فراخوان نمیدن یا غیر ازالک، عزیزان پادشاهی مثل یه رهبر سیاسی نیست. جمهوری حالت یک فلسفه حکومتی است. پادشاهی یه فلسفه یه حکومتی نیست. پادشاهی یک نهادی برآمده از جامعه است، از مردمه. برای همین یک پادشاه عادل ملتش رو نمی‌کشه. برای همین بود که اعلیحضرت سوار هواپیما شد، گفتن آقا من نمیتونم، من تاج و تختم که نمیتونم رو خون بذارم. من میتونم الان دستور بدم مثلا کار به ارتش نمی‌کشید، با همون پاسبون کلانتری تهران، همون کلانتری 1 و 2 و 3 و 4 و 5، همون پاسبونا تهران رو ساکن می‌کردن تو 48 ساعت، خدا شاهده. اصلا کار به گارد و به ارتش و به اون بازی‌ها نمی‌کشید. اگر دیدید اون ارتش هم اومد تو خیابون، فقط به خاطر حفظ امنیت مردم بود، نه واسه کشتار. تانک آورده بودن گشتن میدون 24 اسفند، بعد سر تانک رو برداشتن با گونی بسته بودن. خب بچه‌های اون است یادشونه دیگه، تمام فشنگایی که توی از اسلحه‌ها بود چی بود؟ فشنگایی بودش که مشقی بود. آقا زدن، آقا کشتن، نه از درون جمعیت میزدن، همین مجاهدین، همین چروکای فدایی. حالا بگذاریم از بحث دور نشیم. بنابراین پادشاهی یک نهاد ملی است، یک نهادی برآمده از ملته. ولی جمهوری نیست. جمهوری میشه بازی های حزبی، رأی. من میام
خودمو کاندیدای ریاست جمهوری میکنم، اون آقا اون خانم یه عده میان خودشونو کاندید میکنن برای ریاست جمهوری، یک دعوای حزبی به وجود میاد، این دعوا باعث میشه یه نفر بشه رئیس جمهور. حالا دعوا، درگیری، رقابت، هر چی میخوای اسمشو بذاری. ولی پادشاهی این نیست. پادشاهی بر اساس یک، همونطور که شاهنشاه آریامن همیشه میفرمودن، یک موهبت الهی است که به از طرف مردم، از طرف پروردگار، از طرف مردم به یک نفر این از کنم این تاج و تخت داده شده. این یک واقعا یک موهبت الهی است بین اون همه آدم یه نفر بشه شاه. این پادشاه هستش که اقوام گوناگون و احزاب گوناگون رو همه رو دور هم جمع میکنه. اگر اعلیحضرت میرن تو فلان جلسه میشینن با فلان گروه، یا تشریف میبرن در فلان تلویزیون گفتگو میکنن، یا در فلان جا صحبت میکنن، یا در فرض فرمایید تشریف میبرن پیش فلان شخصیت، به خاطری که ایشون کارشون اینه، اصلا ایشون باید این کارو انجام بده، ایشون رهبر حزب نیست بیاد فراخوان بده. سن اعلیحضرت ببین چه فراخوانی بدن ملت بزرگ ایران، بیاین تو خیابونا. خب ملت بزرگ ایران بیاین تو خیابونا چیکار کنی؟ بگین چی؟ درود بر جمهوری؟ یا بگین جاوید شاه؟ شاه میتونه، رضا پهلوی میتونه بگه بیاین تو خیابونا بگین جاوید شاه؟ خودتون به عقل خودتون، به خرد خودتون رجوع کنی. رضا پهلوی میتونه بیاد بگه مردم بیاین تو خیابونا بگین درود بر جمهوری؟ نمیشه. وقتی تشکلات سیاسی نباشه کار به اینجا کشیده میشه. ما مشکلمون فراخوان از سوی اعلیحضرت نیست، مشکل ما نداشتن یک تشکیلات صحیح سیاسیه. ما داریم چوب این نداشتن تشکیلات رو میخوریم. چرا اعلیحضرت مدام در طول این سالها میفرمایند که اتحاد، اتحاد، امروز فقط اتحاد، ما باید متحد بشیم، ما باید متحد بشیم. چرا اعلیحضرت مدام اینو میفرمایند؟ به دلیل این که با جمع شدن انسانهای متخصص، نه مثل من تخصصی تو این کار ندارم، کار من نیست. وقتی که من به همه شما عزیزان عرض میکنم که هیچی سر جاش نیست، من که الان اینجا در حضور شما هستم، من سر جای خودم نیستم، این جایگاه من نیست، به دلیل قحطی مبارز من متاسفانه اومدم تکیه زدم بر جای مبارزی. ملاحظه فرمودی؟ من آدمی نیستم لاپوشانی کنم، من آدمی نیستم با دوتا پی ام و دوتا نمیدونم پیام بالا پایین بشم جو بگیرتم، من فرمانده، من آقا، من فراخوان. نه عزیزان من، کار هر کس نیست خرمن گفتن، یا حالا نخواستیم بگیم کار هر بز نیست. مرزه فرمودید. بنابراین ما داریم چوب عدم تشکلات یا تشکیلات یا گروه های سیاسی رو میخوریم. اگر ما دارای یک حزب مشروطه بودیم، اولا من با جریان این حزب مشروطه مشکل، نه این حزب مشروطه لس آنجلس نمیگم، ما اساسا با اینکه مشروطیت بشه حزب، مشروطیت حزب نیست، مشروطیت یک جریان دو روزه سیاسی نیست، مشروطیت که کمونیست نیست بعد از 1917 همچین علمشنگی تو دنیا را بیفته، مشروطیت که یه جریان مثل جریان کاپیتالیست نیست، مشروطیت یه جریان مندرآوردی نمیدونم رئالیسمی و نمیدونم سوسیالیستی و این چیزا نیست. مشروطیت یک جریان، یک نهاد ملی است. حالا ما اگه بخوایم فعلا این مسائل ریزکاری رو کنار بگذاریم و زیر سیبیلی رد کنیم، میگیم که آقا ما اگه یه مشروطیت داشتیم، یه سازمانی داشتیم، یه حالا اسمش حزب بذار، هر چی میخواد شما اسمشو بذارید. میگم من اعتقادم بر این هستش که امکان نداره، یعنی همچین چیزی نباید وجود داشته باشه، شاید هم اشتباه کنم. اما ما اگر دارای یک سری سازمان، یک سازمانی داشتیم، یه سازمان میهن‌پرستان، مشروط خواهان، طرفداران نظام پادشاه، یه جایی که مشخص بشه این خانه، خانه یک گروهی از ملت ایرانی که دست راستی هستند، یعنی خواهان بازگشت به نظام پادشاهی هستند، تکلیف مشخص بود، توسط اون سازمان فراخوان داده میشد. مردم ایران 39 سال پیش بر اساس یک توطئه بین‌المللی در گوادالوپ چه شد اینطوری شد، بعد جزوه چاپ بکنن، اینا نشریه داشته باشن، تلویزیون داشته باشن، رادیو داشته باشن، کمک بگیرن از حضورتون عرض کنم مردم ایران، مردم کمک بکنید ما یه تلویزیون داشته باشیم، برای یه جا باشیم ما بیم بشیم با شما گفتگو بکنیم، یه نشریه داشته باشیم، جزوه‌ای داشته باشیم، با ملت در ارتباط باشیم، بعد یه سری انسان‌های متخصص که بیان توضیح بدن
که مشروطیت اساساً چیست. اصلا ما چرا میگیم جاوید شاه؟ اصلا چرا ما میگیم نهاد پادشاهی یک نهاد ملی است، یک نهاد مردمی است؟ اصلا ما چرا طرفدار رضا پهلوی هستیم؟ آقا اصلا این رضا پهلوی رو آنالیزش کنیم، بازش کنیم، ببینیم رضا پهلوی چیه جریانش که ما اینطوری دو دستی بهش چسبیدیم. واسه خاطر کوچلوارشه، واسه خاطر زبان انگلیسی فرویشه، واسه خاطر که خلبانه؟ نه، ما بیایم این آقا رو اصلا باز کنیم ببینیم جریان چیست، جریان این پادشاه. خب کسی نیومده اینو به ما توضیح بده، کسی نبوده، همش دعوا بوده و فوش و فوشکاری بوده و چشم و همچشمی بوده و قمه کشی بوده و سازمان من و گروه من و من انقدر گفتیم من. بابا جان، برای بازی های مبارزات سیاسی، برای کارزار سیاسی، همه ما باید از این من بیاییم بیرون بشیم. نیم منم توی، ما دوتا میشیم یه من. ما همش میگیم من. بعد جلو دور برم میگیم آقا همه میگن من. خود که برای اوله که داری میگی من بالام جان. پس ما به دلیل نداشتن یک چنین تشکیلات سیاسی که من به همه تونم قول شرف میدم ما مرده شما زنده، همچین تشکیلاتی هم به وجود نخواهد اومد. اگر اومد خیلی بریم خودمون رو شکر کنیم. به این بازی هم گوش نکنید. نشستیم تو واشنگتن، نشستیم تو لس آنجلس، نشستیم تو پاریس، نشست لندن، نشست هامبورگ، نشست زوریخ، نشست برن، نشست وین، نشست فرانکفورت. اینقدر من از این نشست‌ها رفتم دیدم، اینقدر را اومدم. اگه من به پام کیلومتر می‌بستم الان مثلا 400,000 کیلومتر تا این نمره انداخته بود پای من. خب به اینا اصلا وارد این بازی ها نشید، چون نمیرسه کار به اونجایی که باید برسه، نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه 39 سال اینقدر آدم نفوذی توی ما اومدن به اسم مشروطه خواه، قشنگ پرچم سرنگ میذاره جلوش، همچین پرچمش هم درشته، میرن پرچم های درشتش هم میرن انتخاب بکنم، همچین تاجه و شیره طوری درشت باشه، شیره همچین چپ چپ به نگاه میکنم، اصلا جرات نمیکنم به شیره بگی که بالا چشه دبروه. چنان هم میاد اینجا وسط نطق میکنه از نظام پادشاهی که میگه خب تموم شد دیگه، به حضرت عباس، به دست بریده خود حضرت عباس، این دیگه شک نکنه، این خود خودشه. به 4 سال 5 سال نمیرسید گند آقا در میومد، گند خانم در میومد. این روند بوده. بنابراین رضا پهلوی وارث تاج و تخت، دوستان عزیز من، بچه‌هایی که برای من پیام میفرستین، حالا من نه کسی باشم بخوام بیام مثلا تفسیر بکنم، داریم با هم گفتگو میکنیم، دونه دونه که نمیتونم جواب بدم که. ببینید عزیزان من، ما اول باید تکلیفمون رو با اعلیحضرت روشن کنیم، باید روشن کنیم. اون تا اونجا اون حرفایی که زدم یه نقطه بذارم، چون اون هنوز داستان داره اون حرفا. من فعلا یه پیش زمینه رو بهتون گفتم، یه پیش گفتاری گفتم که به جمعه اونا رو ادامه بدم، چون وقت باید بنزه وقتمون صحبت کنیم دیگه. ببینید عمیانان عزیز، وارث تاج و تخت رضا پهلوی وقتی که ایشون بعد از به قتل رسیدن اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، چون شاهنشاه رو کشتن، انگلیسا کشتن، من پاشم وای میسم هر غلطی هم انگلیسی خود بکنه بره بکنه، اعلیحضرت کشتن، شاهنشاه رو کشتن، رضا پهلوی وارث تاج و تخت وقتی که در قاهره ایشون اعلام پادشاهی فرمودن، سوگند به پادشاهی یاد کردن، لحظه‌ای بود که ایران اصلا پاچیده شده بود، دشمن خارجی به ما حمله کرده بود، عراق ما حمله کرده بود، تروریست های مجاهد از درون داشتن مملکت تجزیه میکردن، کردستان، یکی بلند شد میگه خلق کرد من، یکی بلند شد میگه خلق ترک من، یکی میگه خلق عرب، یکی میگه خلق مسلمان، و شریعت مداری گور به گور شده، حسن صدق و خورد پسرشه، و مملکت اصلا پاشیده شده بود، ارتش مزمحل شده بود، میان پرستان اصلا پاشیده بودن، امیدها از بین رفته بود. علازاد اگر اون حرکت مناسب رو نمی کردن که به باور من، ما اگه این 39 سال رو بخوایم بنویسیم تو تاریخ، یکی از مهمترین رویدادهایی که شد اتفاق افتاد، سوگند رضا پهلوی در قاهره به پادشاهی بود که باعث شد انسجام به وجود بیاد. یعنی ما همین الان که این مملکت رو فعلا این چارچوبه 1,648,195 کیلومتر که نگه داشتیم، اگر علازاد اون سوگند یاد نمی کردن، الان این 1,648,000 مثلا شده 25,000 کیلومتر، الان مثلا شده منزل لوکزامبورگ. این راحت بهتون بگم، چون دشمنان قسم خورده انگلیس و روسا، اینا دشمنان سنتی و قسم خورده ما، اینا اصلا برای چی شاه رو بردن؟ یکی از دلایلی که اینا فشار دادن علی حضرت کشور ترک کنه این که ایران تیکه پاره بکنن، اولین هدف تجزیه ایران بود که علی حضرت میفرمودن اگر برم ایران، ایرانستان میشه، که هم ویرانستان شد هم داشت ایرانستان میشد، که به هر حال علی حضرت با این سوگندی که یاد کردن ابتدا چارچوب تمامیت ارضی کشور حفظ شد، صیانت ملی،
این استقلال کشور ما، این تمامیت ارضی کشور ما، درست استقلال و صیانت ملی تحت اشغال قرار گرفته بود ولی تا حدودی حفظ شد. یعنی گفتیم که آها یه رضا پهلوی هست، ما گفتیم تموم شد دیگه، پهلوی تموم شد دیگه، پدر رو کشتن و چی دیگه مشخص نیست. اما دیدیم که پسر اومد ایستاد و گفت من هستم، نماد ملی هست. از اون لحظه به بعد بود که یواش 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 یه قوه بنیه اومد توی وجود ما، بود که قتل عام شد و یه سری از ایران مجبور شدن بیان بیرون و چه و چه و چه و چه. و حالا اون نماد ملی هنوز هست سر جاشه. این که شما میگید که خب شاهزادی که خودشون بوده، من نمیخوام شاه بشم، اگر یک نفر از شما یک جمله پیدا کردی در طول این سالها در تمام مصاحبات که اعلیحضرت داشتن که ایشان به صراحت فرمودن من نمیخوام شاه بشم، به شرافت بشری سوگن هر قانونی رو شما بگید من انجام میدم، هر چی شما بگید من انجام میدم، ایشون کجا گفته من نمیخوام شاه بشم؟ ایشون میگن من به دنبال قدرت نیستم. مفاهیم فرق میکنه عزیزان، توجه بفرمایید به لغات. وقتی که شما میشین پای صحبت یه شخصیتی، یک انسانی که علاقمندید بهش، طرفدارشید، این مفاهیم رو درک بکنید. عذر میخوام اینطوری میگم، خودم هم دارم میگم. ملاحظه فرمودی این علازت مسائل پشت پرده رو میدونن، ما نمیدونیم. ما نمیدونیم تو کاخ سفید چه خبره، ما نمیدونیم چه گفتگوهایی شده، ما نمیدونیم چه تقاضاهایی شده، ما نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم. دروغ میگیم اگه بگیم میدونیم، نمیدونیم. اعلیحضرت میدونن، وسط آتشن، ایشون در وسط این جنگن، در وسط این میدان مبارزه هستن. بدون تعارف بهتون بگم، شما خیال کردید مثلا رضا پهلوی تو واشنگتن مثلا که یه عکسی هم از ایشون این ور اون ور چاپ میشه پخش میشه، یعنی خودشون عکسایی که میذارن تو توییترشون یا تو این ور اون ور، مثلا اعلیحضرت داره با خانومش مثلا صبحونه میخوره، با بچه‌اش مثلا بیرون تو حیاط داره بازی میکنه، مثلا ایشون مثلا صبح تا شب کارش اینه. نه عزیزان من، ما برامون توضیح ندادن معنای پادشاهی یعنی چه، ندادن توضیح برامون ندادن. وقتی برای این کار نیست دیگه الان، یعنی الان دیگه وقتی نیست ما بخوام توضیح بدیم. حالا جست و گریخ مطالبی رو من حضورتون عرض میکنم. بنابراین نماد ملی سر جاشه، ما سر جامون نیستیم، ما گیج شدیم، ما تبدیل شدیم به امت گیج. وگرنه نماد ملی گیج نیست، نماد ملی میفهمه داره چی میگه. رضا پهلوی وارث تاج و تخت، ایشون میدونن دارن چی میگن، ایشون میدونن کجا دارن میرن، ایشون میدونن با کی برای چی نشستن گفتگو میکنن. شدیم ما تبدیل شدیم به امت گیج. وگرنه نماد ملی گیج نیست، نماد ملی میفهمه داره چی میگه. رضا پهلوی وارث تاج و تخت، ایشون میدونن دارن چی میگن، ایشون میدونن کجا دارن میرن، ایشون میدونن با کی برای چی نشستن گفتگو میکنن. خیلی سالا بود به من، خیلی وقت هنوزم به من میگن که آقا احمدی، آقا رضا، چرا با شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه نمیکنی؟ خب من با خیلی‌ها مصاحبه کردم. خب عزیزان من با علازه چه مصاحبه‌ای دارم بکنم؟ چی بپرسم از ایشون؟ من اینکه طرفدار ایشونم، من اینکه میدونم، درک میکنم موقعیت اعلیحضرت رو، من مشکلات ایشونو در حد شعور خودم، در حد خودم میدونم، من چه گفتگویی با اعلیحضرت دارم؟ اعلیحضرت کی ما میریم ایران؟ اعلیحضرت چرا فراخوان نمیدی؟ اعلیحضرت چرا نمیگید مردم تو خیابونا؟ ایشون در ایشون پاسخ خواهند داد، ولی در ته دل خودش نمیگه خب بفرما این، بفرما اینم طرفدار من. خب من دیگه برم به کی برم دل ببندم؟ خب کی باید رضا پهلوی رو ببره ایران؟ من و تو باید ببریم که طرفدارشیم دیگه. وقت من طرفدار برم چه سوالی ازش بکنم؟ اینطوری باش برخورد کنم؟ خب این آقا سرد نمیشه. خب آدمه دیگه، مثل من و تو دیگه، مثلا اعلیحضرت خواهی میکنه مثلا به جای قلب مثلا چی داره؟ ماشین داره تو سینه‌اش، مثلا به جای معده یه دونه صندوقچه داره. بابا آدم مثل من شما، همون چیزایی که ما تو دلمون داریم، تو جگر داریم، معده داریم، روده داریم، ایشون هم داره. آدم مثل من و شما، فقط با این تفاوت که ایشون بعد رفته افتاده به عنوان یه شخصیت شاخصی در یک جایی، ایشون یه شخصیت برجسته شده که واقعا بد آورده. همیشه من میگم بدشانس ترین پادشاه تاریخ ایران واقعا رضا پهلوی، که البته در این حالم ایشون نامش به خدا قسم عزیزان اولین درس مبارزه امیده، امیدتون از دست ندین. رضا پهلوی همه تون رو نجات خواهد داد. گوش کنید به این سرباز پیر،
من یه حرفی رو میدونم، این چیزی که میدونم، میدونم که بهتون میزنم. فرقه تبهکاران کارش تمام است، تموم شد، اینا تموم شد کارشون، کارشون تموم شد، پادشاهتون بر میگرده. اما این پادشاه رو من و تو باید برگردونیم، من و تو باید ایشون رو برگردونیم. حالا میپرسید آقا چگونه؟ اجازه بفرمایید من یه پیامی از اعلیحضرت هست، اینو باید پخش کنم، از بانو سارا خواهش کنم پخش کنن، دلیلش هم براتون بگم. پاسدارا، بسیجیا، نیروهای انتظامی، نیروهای سرکوبگر، من از سوی ملت ایران بارها و بارها این پیام رو براتون پخش کردم. در این لحظات حساس به همتون دارم میگم، میدونم نشستید، نمیگم همتون ولی عده‌ایتون از شما بسیجی ها، پاسدارا، نیروهای انتظامی همین الان برای من پیام میدید آقا رضا ما با خانوادهمون میشینیم گوش میکنیم. خب آقای محمود خان اسمت هم میارم، به همتون از سوی ملت ایران دارم میگم فرقه تبهکاران جمهوری اسلامیتون رفت، تموم شد، تموم شد کارشون، کارشون تموم شد، مخصوصا با این شیطنتی که تو لس آنجلس و تو اسرائیل کردن، کارشون تموم شد، قوز بالا قوز شد کارشون، تموم کارشون. دست بردارید از کشتار، به خدا قسم ملت بهتون رحم نمی کنن، به زن و بچهتون رحم کنید. اعلیحضرت پیام داره بهتون میده، به شرافتم سوگند، به روح مادر و پدرم سوگن، هیچ انسان با شرفی پدر و مادرشو که ندید و از دست داد نمیاد بشینه در حضور ملت ایران به این سادگی داره. من پدر مادرم نون و پنیر نبودنم تا درشون بگذرم قسم بخورم بگم فلان. من به پروردگار، به پدر و به مادرم حساسم و آدمم نیستم مدام اهل سوگن باشم، اینو میگم که بهتون اطمینان بدم. به شرف سربازیم، به روح پدر و مادرم، به خدای احد و واحد قسم، ما هیچ کاری با شما نداریم، همه تون مورد عفوید. خیال نکنید ما قراره بیایم تیکه پارتون بکنیم بکشیمتون، خدا شاهده نه، خدا شاهده نه. دست بردارید از کشتار ملت ایران، کار فرقه تبهکاران تموم شده، دست بردارید. به خودتون، به زن و بچهتون، به پدر و مادرتون رحم کنید. اون بچه هاتون هیچ گناهی نکرده، اونا تو مملکت باید زندگی کنن. کاری نکنید که ملت ایران که این همه بلا سرشون آوردین بد بلایی سرتون میارن. به شرافتم سوگن، حتی تو خونه هاتون نمیذارن بیان بیرون، تو همون خونه ها تکلیفتون رو روشن میکنن. نکنید این کارو، برای چه اندرغاز؟ نترسید اون لباس کثیف و اون درجه کثیف بنداز بیرون، بیاین به سمت ملت ایران. کار فرقه که با تکفیر بر وجدان انسانی خیش، با نافرمانی از جبارین، با تکفیر بر وجدان انسانی خیش، با پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با مردم، به صفوف ملتی که رسالت حراست از جان و مال و ناموس خود را نزد شما نهاده است بپیوندید. خداوند نگهدار ایران باد. شما نیروهای مسلح کشور، هم از قوای ارتش، سپاهیان و همه نیروهای انتظامی، بار دیگر مؤکداً از شما میخواهم که با تکیه بر وجدان انسانی خیش، با نافرمانی از جبارین و پرهیز از برخورد خشونت‌آمیز با مردم، به صفوف ملتی که رسالت حراست از جان و مال و یک بار دیگه این توجه رو به شما دادم. رضا پهلوی وارث تاج و تخت، شاهنشاه قانونی ایران، پادشاه ایران، که از سوی بیش از 90% ملت ایران ایشون به عنوان شاهنشاه ایران هستن، به شما دارن دستور میدن. این فرمان شاهنشاه ایران بود. نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح، به فرمان شاهنشاه ایران توجه کنید. اون روزی که بیاریمتون تو دادگاه ها، در دادگاه های نمیسون دادگاه انگاه، در دادگاه هایی که دادگاه، واقعا حق وکیل مدافعم دارید، حق دارید وکیل داشته باشید، هیچ بهانه ای نیست. آقا من ترسیدم، آقا به من گفتن فلان، گشنه بودم، ملتم گرسنه است.
یک انسان با شرف شرفشو به چندر قاز حقوق نمیفروشه. برو تو خیابون ببین ملت چجوری دارن پول در میارن. برو از راه دزدی پول در بیار، از راه هر کاری که میتونی برو بیرون بکن. اون جامعه به فساد کشیده شده، از این راه نون نخوری. این پولی که دارید میخورید پول خون ملت ایرانه، پول نوجوانان و جوانان ایرانه. این پول ملتی که شما دارین قتل عامشون میکنی، شما تو خیابونا با چک و لگت میزنینشون، شما میبرینشون تو زندانا بهشون تجاوز میکنی، شما بردین اعدامشون کردین. به خدا این جوونا ازتون نمیگذره. دارم بهتون میگم، این مادرای داغدار، این پدرها، این پدرهایی که موهاشون سفید شده و جلو زن و بچهشون شرمندن، این بازنشسته ها، این معلمینی که امروز، این معلمین با شرفی که امروز دارن اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن، اینا ازتون نمیگذرن ها. این کارمندا، این کارگرا، بچه‌ها مال نیشکر اهواز، نمیدونم بچهای گیلان، مازندران، این کشاورزا، این کارگرایی که یه سال حقوق نگرفتن، این ملتی که پولاشون رو گذاشتن تو بانک چندر قاز بتونن بهره بگیرن بزنن به یه زخم زندگیشون، اینا ولتون نمیکنن. برای علی شیره ای آدم نکشید. این علی شیره ای تکلیفش به زودی مشخص میشه ها. این خیلی شانس بیاره، مثل صدام میکننش بالا گله دار، خیلی شانس بیاره. باید این جواد نلوند گوش نکنید. این مامورا، اینا هیچ کدومشون نمیمونن ایران، همشون برنامه ریزی کردن برای فرار. بچه‌هاشون همه تو خارج از کشور، میلیارد پول رفتن سرمایه گذاری کردن تو امریکا، تو کانادا و این ور اون ور، تو جنگلا رفتن ویلا درست کردن. همه عکس‌ها شما داریم، اسناد و مدارکشون داریم. اینا فرار میکنن، شما میمونید با ملت ایران، هرچند که اونا رو با پس گردنی براشون میگردونید، با فک و فامیل و پول و تا ناودون خونه شون هم برمی داره میاریم، خونه خاله نیست بذارم برم. اما صحبت من با شما پاسدار هاست، شما بسیجی هاست، ما قرار نیست شما ها رو بکشیم. شما فرزندان ایرانی، شما فرزندان اون مملکتی، شما تو اون مملکت با پول اون ملت درس خوندید، شما دارید مالیات ملت ایران میخورید، پول نفت داره میشه حقوق شما، پول نفتی که بچه های خوزستان امروز باید آب لجن بخورن، بچه های اهواز و آبادان باید از اون هوای مسموم سرطانی بشن. شما دارید پول بچهای کردستان رو دارید میخورید که بار میذاره رو کولش داره میره، بعد با تیر میزنیدش، اون جوون بدبخت رو با تیر میزنید که رفته دو تا جنس برداره بیاره خرج مادر و پدر پیرش رو بده، خرج خواهر برادر کوچیکش رو بده. نکنید این کارو، نکنید. اگر واقعا وجدان دارید، شرف دارید، بالاخره هر انسانی یه نخود وجدان تو وجودش هست، اگه به اون خدا اعتقاد دارید، به اون پروردگار اگر اعتقاد داری، این نونی که میخورید نون حرومه، این نون خون ملت ایرانه. نکنید این کارو. علازت بارها داره بهتون توضیح میده، علازت بارها فرمودن ما با شما کاری نداریم، ما برای کشتار نمیایم. به خدا پای علازت بخوره ایران به همه شما ها عفو میده، عفو عمومی میده. اولین برنامه علازت همینه، اولین فرمان شاه ایران همین خواهد بود، عفو عمومی. ما برای کشتار نمیایم، ما نمیخوایم بیام حمام خون را بیفته. ما داریم به ملت ایران هم مدام میگیم بچه‌ها دست بردارید از این، یه عده میان تو شما نفوذ میکنن، بزنیم بکشیم، آتیش بزنیم، بنزین بریزیم نه، ما آدم کش نیستیم، ما مخرب نیستیم، ما طرفدار آریامهریم، ما طرفدار رضا شاه بزرگیم، ما قرار مهر و محبت رو بیاریم تو ایران. ما وقتی در برابر کوروش وای میستیم، کوروش چیکار کرد؟ یهودیان از زندان بابلیان آزاد کرد. کوروش هر جا که رفت به این همون قوم، این همون مردم، به تمام قوانینشون احترام گذاشت، به ادیانشون احترام گذاشت، به هیچ کس زور نگفت. اگر ما میگیم مشروطه خواه هستیم، طرفدار انسان پادشاهی هستیم، بعد از کوروش بزرگ یاد بگیریم، از بزرگان تاریخ، از پادشاهان تاریخ، از انوشیروان عادل باید یاد بگیریم، از اون دادگر و از سایرین، از داریوش بزرگ، از رضا شاه بزرگ، از شاهنشاه آریامهر بزرگ. علازه آریامهر دشمن خوشبخشی، کسی که خواست بکشتش. رضا پهلوی این همه اهانت رو تحمل کرد، پدرش رو به قتل رسوندن، داشش رو کشتن، خواهرش رو کشتن، تمام دوستاش و فامیلش رو کشتن، هنوز اومده داره حرف از محبت میزنه، حرف از مهر و محبت میزنه، حرف از اتحاد میزنه. با هر کسی که واقعا در شأن پادشاه ایران نبود، حاضر شد علازه بشینه گفتگو کنه، همیشه با روی باز، همیشه با لب خندان، همه رو فرزند خودش میدونه. ایشون شاه ایرانه، پدر ایرانه، همه ما مثل فرزندان رضا پهلوی هستیم. ایشون هیچ ناراحتی مشکلی با هیچ کس نداره. بارها فرمودن من با هیچ کس پدرکشتگی ندارم. اگه تو با من پدرکشتگی داری مشکل توه، مسئله توه.
بنابراین من بازم دارم شما نیروهای انتظامی میگم کار فرقه تبهکاران تمومه. رضا پهلوی وارث تاج و تخت به زودی با قیام ملت ایران، با قیام این نوجوانان و جوانانی که من دارم میبینم اینا دارن چیکار میکنن، حالا جمعه براتون یه سریشو بخش میکنی، تمام شهرهای مملکت رو شعار نویسی دارن میکنن، جاوید شاه، رضا پهلوی، مرگ بر خامنه ای، تمام اسکناس ها رو نوشتن. این بچه ها یه نسل خامی نیستن ها، اینا یه نسل پختن، اینا شاهشون رو به زودی بر میگردونن، مطمئن باشید که بر میگردونن. به همه تون قول شرف میدم این برنامه رو نگه دارید، به همه تون قول شرف میدم فرقه تبهکاران به زودی با یک سونامی ملت ایران چنان به لجندان تاریخ بیفته که اصلا فکر نکنید که این رژیم اصلا بوده. اینا کجا رفتن اصلا؟ بعد بلایی داره خودشون سر خودشون میارن، مثل خوره دارن هم دیگره میخورن. ببین کار به کجا کشیده، جواد نلبن اومده داره میگه آقا توی مملکت پولشویی. خب بی پدر و مادر تو نمیدونستی؟ دیروز خواب نما شدی؟ تو طویله اسلامی دعوا رو دیدی؟ فوش خواهر و مادر دارن به هم میدن، والد یه کار طویله هم گذشته. اینا چیه؟ اینا کسایی هستن که در بالای هرم قدرتن، اینا کسایی هستن که توی داخل خود این دستگاه حاکمیتن، اینا میدونن که کار داره به کجا میکشه. و یعنی شما طویله اسلامی رو تبوده هنوز هم هست، ولی به این شکل دیده بودید حتی اکثرش یه دوتا داده بیداد بود، اینطوری پشت میکروفون برن این فوشا رو برن بدن، جواد نلبن بیاد این افشاگری ها رو بکنه، یا مثلا برن یه 700-800 نفر خانومایی که اکثرا دختران فوتبالیست ها بودن و غیره و ذالک اونجوری بریزن تو استادیوم و مثلا بخوام به دنیا بگن نگاه کن به خود ما میتونیم آدم بشیم. اینا ببینید به چه ترفندایی دارن دست میزنن، هرچند که ما ازش یک بهره برداری کردیم به نفع بانوان در یه ساعت، یه دو سه ساعتی، و کار بچه هم عالی بود باریکلا. متاسفانه طبق معمولا یه عده احساساتی برخورد کردن، مثلا کار کردن ما حالیمون نیست که مثلا پشت پرده چه خبره. به هر حال اینا کارشون تمومه. مثل یه پلی رو در نظر بگیرید، کمر این پل شکسته، کمر این پل یه شکست قشنگ شکسته، یعنی دیگه کار از ترک نیست دیگه، شکسته این پل کاملا کمرش خورد شده، هیچ رقم نمیتونن اینا مملکت نگردن. یه موقعی سری از بانوان عزیزان همرزمان ما از ایران برای ما پیام های میفرستن آقا رضا آمریکا با اینا نشست گفتگو کرد. همینان عزیز هیچ گفتگویی در کار نیست، رئیس جمهور امریکا هیچ گفتگویی با این اراذل اوباش نکرده، نمیکنه و نخواهد کرد، خیالتون راحت باشه، مطمئن باشید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون کسانی که هوش و حواس سیاسی در کاخ سفید دارن و این و اونور تو خاورمیانه، تو عربستان و اسرائیل و غیره و ذالک، اونا میدونن با ادامه وضعیت توسط حیوانات اسلامی جهان میره به سمت جنگ جهانی سوم. بله، جنگ جهانی سوم که اثرات و جاپاهاشو دیدید، دو سال طول کشید تا اثراتش پاک بشه. خیال نکنید مسئله سوریه همونطوری بود و همونطوری هم شد و همونطوری هم شد، یمن اونطوری شد، اینطوری شد و اینطوری شد. نه، کار داشت خیلی به جاهای خیلی جاها میکشید. فراموش نکنید پاکستان اتم داره ها، دشمن هنده ها، هندی ها هم اتم دارن و خیلی چیزایی دیگه. خیال نکنید مثلا بالای سر ما همه چی آرومه، همه چی سر جاشه، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، چچن ها، تاجیکستان و بقیه سانپستان ها، خیال نکنید همه چی سر جاشه ها، اونجا پر گاز و نفته، خیلی شلوغ بلوغه. پوتین حاضر و آماده است اون مانوری که ارتش شوروی، ارتش روسیه با چین داد، اونجا نرفتن اونجا بستنی بخورن با هم، اون خیلی دلیل داشت اون مانور. ورود ناتو به سمت ورشو، ورود ارتش ناتو به سمت لهستان در اصل محاصره روسیه از سمت غرب اروپا، اینا رو ساده از کنارش نگذارید. اگر ترامپ رئیس جمهور امریکا نمیشد و اون ابله اون زنه چی بود قشیه هیلاری، اگر اون رفته بود تو اون کاخ سفید که کاخ دیگه نبود، مسجد سفید بود با بودن اون هاشم حسین اوباما، الان اینجوری نبود. یعنی الان ما اینجا نمیشستیم حرفا رو بزنیم، اصلا ما اینجا الان نبودیم، الان هر کدومون بعد میرفتیم سنگربندی میکردیم، جهان این شکلی نبود. این آقا اومد جهان رو
فعلا تو این دو سال کنترل کرده، برای همین انقدر داره فوش میخوره، برای همینه که چپ اروپا و چپ جهان ریختن رو سرش، هر چه دهنشون در میاد به این بنده خدا میگن. اینا رو میگم نه به خاطر طرفداری از ترامپ، انسانی که در برابر ملت میشینه صحبت میکنه باید اعتبار کلامش رو از دست نده. من نیومدم به شما دروغ بگم، من خوبو میگم خوب، بده میگم بد. این آقای پرزیدنت امریکا، این آقای دونالد ترامپ، این نیومده گفتگو کنه با این حیوانات. بالای 300-400 دفعه هم آدم فرستادن از عمان، ترکیه، اردن، قطر، اینور اونور، آقا غلط کردیم، آقا پهن خوردیم، آقا لعنت به روح خمینی، آقا کامیون پهن میریزیم سر قبر خمینی، علی شیری هم سر به نیست میکنیم، دست از سر ما بردار، اصلا و ابدا، تموم شد، من رو لولو برد، تموم شد کارتون. ملت ایران باید تکلیف رو روشن کنه، بهترین فرصت ملت دستتون اومده، تکلیف رو روشن کنید. انقدر چینید پرت و پلا بگید چیز ریختن توی آبا دادن ما خوردیم، نمیدونم جامبول کردن، جادو کردن، این نشینید انقدر از این مزخرف ها بکنید تو مغزتو. این حرفا کدومه؟ تو قرن 21 این مزخرف ها چیه نشستید میگید برای خودتون؟ نذارید بشه اون آل فردوسی پور بشه انقدر مزخرف بگه، نمیدونم آب بذاری پشت دروازه 6 تا گل میخوره. اینا دارن مملکت کشیدن به سمت خرافات، به سمت جهل و نادانی. بلند شید ملت، تقریبا روشن کنید، نشینید منتظر این و اون باشید، فراخان و پراخان و نمیدونم. همین الان معلمین اعتصاب کردن، پشتشو بگیرید، تقریبا روشن کنید، تموم کنید کارو. هیچ کاری نداره، نترسید، نترسید، دنیا پشت شماست. به چرت و پرتای اروپا گوش نکنید. نفت میخریم 8 تا کشور، من هیچ غلطی هیچ کی نمیکنه، هیچ کس دیگه نفت نمیخره، از 10-15 روز دیگه خواهید دید چه روزی بیفتید. تقریبا روشن کنید، نذارید کار بکشه به یه ما دیگه، تقریبا روشن کنید. همین امشبم هم دیره، نترسید از این بی‌ناموسا، بلند شید کار رو تقریبا روشن کنید، بلند شید تا من جمعه بیام یه سری مسائلس راجع به اعلیحضرت بگیم که بیاین و واقعا به مردم ایران یکی باید بیاد بگه آخه این بنده خدا در چه مشکلاتی هست، اینقدر فشار بهش نیارید، درکش بکنید این بنده خدا تو چه مشکلاتیه. نمیتونه این آقا اونطوری که شما تل کاسترو نیست، این آقا مهاتما گاندی نیست، این آقا نلسون ماندلا نیست، ایشون شاهنشاهه نه رهبر سیاسی. جمعه میام خدمتتون، خیلی مسائل هست، من تیتوار بهتون میگم، وقتم تموم شد. با سپاس از سرکار بانو سارای گرامی، کمک کنید به تلویزیون تنگر رو پاش بمونه تا این اراذل و اوباشو ما بندازیم به لجندان تاریخ. سپاسگزارم از همه شما عزیزان و بازم ممنونم از این همه لطف و محبتتون. پاینده ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه. ما زن و مرد جنگیم، علی شیره‌ای، بجنگ تا بجنگ.